باز هم خوش آمدید بیننده های عزیز به ادامه برنامه صبح فردا. همونطوری که براتون گفته بودیم امروز در مورد از اینکه تغییرات بعد از ولادت چی هست بیشتر صحبت میکنیم، یا همون تغییراتی که در دوران نفاس یک خانم تجربه میکنه، یا همون دوران زچگی که خوشبختانه امروز هم دکتر زرقون مهدی مسئول شفاخانه المهدی رو با خود ما داریم و در مورد از این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. سلام، صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدید. تشکر بسیار زیاد. به نام علای منان، من هم عرض سلام ادب حضور همه کارمندای این شبکه، به خصوص همکارای برنامه همه جانبه زیبای صبح فردا دارم. تشکر. البته صحت سلامتی شما و او بیندایی که برنامه خدا تعقیب میکنن. زنده باشین، تشکر. خب دکتر سبین، صحبت رو از اینجا شروع کنیم که سهن. تغییراتی که بعد از ولادت یک خانم تجربه میکنه، بله. میشه بگوییم که این تغییرات چقدر طبیعی بوده میتونه و یا که چقدر این تغییرات نشانه خطر هم میتونه داشته باشه؟ بسیار خوب. البته دوران زچگی فرمودی شما یا پوست پرتم، بله، دلیوری یا زایمان، مراقبت یک مراقبت ویژه ضروره داره. شما میفهمین که البته زایمان یا ولادت یک مشکل خاص طبیعی گفته میشه، بله، که خانم و اعضای فامیلش بعد از 9 ماه انتظار، بله، البته اینا حضور یک نوزاد در فامیل خود میبینن. ای از نظر روی روانی هم یک تاثیر خوب و مثبت داره و همچنان یک روزای خوش هم می داشته، بله، باشه. آن فرموده شما بعض تغییراتی که در وجود میه تا اندازه طبیعی، اما اگر این مشکلات کمک اضافه تر باشه میشن غیر طبیعی باشه. مراقبت ها شامل مراقبت های 6 ساعت حول ولادت است، بله، 6 روز حولش است، 6 هفته اول و 6 ماه اول، درست. و این که امین 6 ساعت حول در خانم، اکثرا خانمایی که در یک سنتر سی ولادت میکنن در اونجا سپری میشه، بله، و این مراقبت نسبت به دیگه مراقبت های 6 روز و 6 هفته و 6 ماه جدی تر می باشه. فکر کنید که یک خانم در یک سنتر سی میره، بله، اول باید امو سنتر سی محیط را که آماده می سازه از نظر محرمیت بسیار خوب باشه. چرا که خانم اگر در یک فضای ها آرام و از نظر حفظ صحت درست و تا اندازه که ضرورت باشه امو سامان و وسایلی که استفاده میکنن مورد نیاز آماده داشته باشه، شاید از نظر روی بسیار آرام باشه، بله. و از طرف دیگه برخورد کارمند سی کی را ولادت میده بسیار مهم است. همونطور یک فضایی که مرمت خوب باشه خانم از نظر روی روانی بسیار حرام، یک فضای بسیار از نظر حفظ صحت خوب باشه، اگر ولادت کنه شاید افسردگی بعد از ولادت نداشته باشه، بسیار. و این خاطری بسیار خوب برازی باشه و البته برخورده که کتش میشه، بله، هم در اینجا بسیار رول داره. خب فکر کنید که وقتی یک خانم زایمان میکنه اولین گریه طفل میشنوه، ای از نظر روحی چقدر آرام میشه و از طرف دیگه درد که طبیعتا این میداشته باشه هی هم راحت میشه و خانم احساس راحتی میکنه. اگر فضا بش خوب باشه ای صدای آواز طفل بشنوه بسیار خوب امون ساحت بش خوب سپری میشه. وقتی طفل پیدا میشه گفتیم 6 ساعت اول بسیار جدی مراقبت کنند. این مراقبت شامل مراقبت نوزاد و مادر است. اگر از مادر بگوییم وقتی که طفل ولاده شد بعد از اون خارج شدن پلاسنتا هم یک پروسه داره، بله. وقتی که او باید خارج شود دیده شمه که های کنم اخشیه یا پارچی از پلاسنتا در وجود مادر باقی مانده یا نمانده. اگر هی باقی مانده در نمق غفلت میشه که خانم یک خونریزی بسیار شدید پیدا کنه و اولین اختلالات بعد از ولادت خونریزی هاست
کیخ شامل اینمی پارچه ماندن است که اگر چک سهی نشه شامل پارگی همو نای هستن. دیگه شامل اتون بودن یا که رحم جمع نمیشه شامل هضومی باشه، شامل منقلب شدن رحم است و یا بعضا امی وقت دمی رحم جمع نشد این شریانوری دزی و باز میمونه، بعض علاقات خون داخل دوران خون میره که هم امکان داره یک سردردی یا نفس تنگی به. پس آل بگپ شما میم که تا چی اندازش نرمال است. بله. وقتی که خانم ولادت میکنه امکان داره 300 یا 300 سی سی یعنی کمتر از 500 سی سی تا 500 سی سی خونم ما نرمال میگیریم. خب اینان کسایی که سوال شمایی باشه که چه قسم اندازه میشه؟ بله بله. اندازه مگر اگر علاقات خون برابر نمیتی یک مشت پر شوه او اندازه نرمال است. اگر دو دسخه بگیریم و علاقات خون پر شوه دوالت این میتونه غیر طبیعی باشه که زود خانم دمی آلت به طرف شاک و کمخونی میبره. بله. که این غیر طبیعی است. دیگه آمدیم سر درد. یعنی گپ دومی که خانم ما می داشته باشن در قدم اول خون ریزی، در قدم دوم درد است. درد از این اگر همطور وقت طفل پیدا شد بعد از 5 دقیقه یا 10 دقیقه یک انقباضات رحم پیدا میشه تا رحم جمع شوه امو رگایی که هست او رو بسته میکنه. ده. این هم شکل طبیعی است. خب از بعض کسا بسیار شدید میباشن که طاقت فرسا میباشه، اما از بعض کسا هم تو ملایم بعد از 5 دقیقه یک انقباض یا تقلص میایه یک درد به این طرف شکم کمر میایه که او خوب است. اگر این باید بسیار دوامدار باشه و هیچ تو وقفه نداشته باشه دو حالت گفته میتونیم خطرناک و غیر طبیعی است. دیگه در این حالت خانم ها باید فشارشون دیده شد. اگر خانم باید چشمایم سویی میکنه بله. یا ای که در چشم تو یک چیز برقک یا روشنی دیده میشه بلبلک، یا که سرم بسیار شدید درد گرفته یا دلبدی و استفراغ خود داشته باشه یا درجه حرارتش بسیار پایان بیاید لرزه بگیریش یا بسیار تب بلند کنه در این حالت گفته میتونیم یک علائم خطر است. بله. که امکان داره فشار ازی بلند باشه، امکان داره کدام مکروب در وجود ازی بوده باشه که بسیار خانم ضعیف شده بسیار تب شدید یا بسیار لرزه میکنه، یا ای که از زایات خون یا ضعیفی ازی بسیار لرزه میکنه و دلبدی استفراغات ازی ناشی از فشار بلند میباشه یا کدام مشکل میدی مایل میداشته باشه که در این حالت باید کنترل شد. بله. دکتر صاحب یک سوالی که اینجا مطرح شد در مورد درد و انقباضات شکم گفتین، این که بعضی از فامیلا میگن که بعد از اینکه ولادت کردی شکمت با شکم بند بسته کو یا اینکه با تیک ماکم بسته کو که همون شکمت همون تو کلان نمونه، این چقدر پای علمی و اساسی میتونه داشته باشه؟ البته مسئله رد میشه. بله. شما میفهمین که به شکل طبیعی وقتی خانم ولادت میکنه فکر میکنه در قسمت بالاتر از ناف یا پایانتر از قفس سینه تاوی سر هم میرسه. وقتی بله. طفل پیدا میشه دفتن ای میایه طفل چون خالی میشه شکم رحم جمع میشه تا قسمت ناف میه. بله. تا قسمت سره یا ناف میه. اگر ما دیره بسته کنیم از یک طرف این کلیه ها میفهمین که در زمان ماه یا آخر حمل فعالیتش کم میشه. بله. و از طرف دیگه ما این را که بسته کنیم تنها خو قسمتش کم نمیه، قسمت کلیه ها و گرده ها را هم میگیره، در اینجا فعالیت گرده کم میشه. و از طرف دیگه وقتی این را بسته کنیم چون وژن لوز است یا باز است. بله. وقتی که این را بسته کنیم امکان داره یک سقوط رحمی پیدا شد. عزیز هم فکر کنم که اوقدر نتیجه مثبت از این مسئله ما نگرفتیم، تجربه خوبی از این نداریم. خب شاید گفته باشیم، شاید هدایت داده باشیم، اما وقتی که تجربه کلینیکی ثابت کرد که علاوه که این بسته کردن شکم اونم یک کمک اگر تایت یا سخت باشه محکمتر باشه امکان داره کلیه ها رو متضرر بسازه، سقوط رحمی و اون اندازه‌ای که ما بخوایم
شکم خوردم نشه زیادتر شکم از چربی زیاد بلند میمانه. اینه که او رو بسته کنه رحم خورد میشه. اگر رحم کلان با نکن و فکر میکنن که رحمش کلان است، او خوب از خوندیزی میتنه بله. رحم جمع نشه رگ و باز میشه از این سبب بله. بسیار عالی دکتر صاحب، بعضی از خانم ها بعد از زایمان های طبیعی متاسفانه دچار بواسیر هم میشن، میشه کم توضیح بدین در این مورد که این هم تداوی داره یا که نیاز به تداوی نداره با همون میکانیزم خودی بدن خوب میشه؟ بسیار خوب. البته این مورد یا بواسیر فاکتورهای مختلف داره، از جمله فاکتور یا عوامل که سبب این مورد یا بواسیر میشه همین دوران بارداری و خصوصا پروسه یا جریان ولادت یا زایمان است. شما میفهمین که زیادتر قبضیت های وبوسد در زمان عمل خصوصا دسته ماه آخر نظر به کم شدن فعالیت اعما و گرفتن کمتر مایات پیدا میشه و ایست که امکان داره کم و بیش در جریان ماه آخر حمل این قبضیت تجربه کنه و این فشار که در سر نایی مقت میه سبب ایمورویت یا بواسیر میشه. بعضی از شما میفهمین که پروسه ولادت از هر خانم فرق میکنه. بعض خانم هاست که این پروسه ولادتشون کوتاه‌تر میباشه و قدر فشار نمیه، اما بعض کسا ولادت سخت‌تر یا انسدادی‌تر میباشه، یعنی امکان داره که این صفحه دوم ولادت که همون برآمدن طفل است بسیار طولانی شوه. این طولانی شوه و این خانم بالای خود مجبور است فشار بیاد تا طفل خارج شد و از طرف دیگه هدایت داده میشه از طرف کس که همراه از این به ولادت کمک میکنه یا کارمند سیست یا یک دایی محل است یا یک شخص با تجربه است موره برش هدایت میده که خواست فشار بیاد تا طفل خارج شد. همین فشار آمدنه که میاد از سر مقعد زیادتر به اون فشار میاد امکان داره سبب ایمورویت شد. آمدیم سر تداوی ازی. بله. اگر کم باشه و خانم به تکلیف نسازه و بعد از پروسه زایمان قبضیتش رفع شد شاید که تندازی راحت باشه خانم، اما اگر این مقدار زیاد باشه تک میگن تک همون تکمگک هاییست که پیدا میشن، یعنی از اثر فشار که در اون مقد میایه اونجا یک قسم ساختمان چین مانند است او خطا میخوره سست میشه. این حال اگه او چندانه باشه و امکان داره که اگر قبضیتش هم دوامدار شده در جریان نفاس و فشار هم سر از این میایه از طرف دیگه ساحلوز یا سست میباشه امکان داره تکلیفش هم زیاد شه و ضرورت به تداوی یا عملیات شد. بسیار عالی دکتر صاحب. حالا در کدام حالات این مراقبت ها باید در شفاخانه صورت بگیره؟ متاسفانه در خانواده های ما که ما امروز هم میبینیم همین که ولادت میشه دیگه هیچ سراغ دکتر و شفاخانه نمیرن. در کدام حالات اینا باید برن به شفاخانه و باید خودشان دوباره یک دفعه پیش دکتر نشان بدن؟ بسیار خوب. البته در 6 ساعت اول اینه باید بگوییم که خانواده و یا سنترسی هر دو طرف بله. مسئول است که خانم برای 6 ساعت نگاه کنیم. ما شاید از این مسئله هستیم که در این مسئله بسیار کمک خشنتر اعضای فامیل برخورد میکنه. ما میگیم که هنوز خانم مراقبتش تکمیل نشده، 6 ساعت نشده، اونا میگن خانم ما دور است، مو تراوردیم، من کار دارم، یا مثلا پایواز زنانش، من طفل خور دارم، من مصروف هستم در خانه، یا مردانه که باشم میگه که من وظیفه رفته نیستم. از این مسائل است که بر ما میگه و ما هر قدر میخواییم قناعتشان بتیم بازم اینا رو زودتر از 6 ساعت از شفاخانه خارج میکنن. این 6 ساعت اول که اگر خانم کدام مشکل داشته باشه یا نداشته باشه باید نگهداری شه. بله. به خاطر نوزاد و به خاطر خانم. اما در حالات که باید در شفاخانه بیایه قدم اول خون ریزی هست. بله. بیشتر یک اشاره کردیم. اگر خون ریزی از مقدار نرمال زیاد میباشه خانم احساس ضعف و ناتوانی میکنه.
خانم سرگیچه می داشته باشن بله. یا بعضا بخارات در جلدش یا پوستش مبرایه که انگان دفعه این بخارات بیخی مکمل پوست می گیره که کنش امزایی پروتین وجود است دیگه بله. و تخریش پیدا میکنه و خانم تب بسیار بلند می داشته باشن بعضا فشار بسیار بلند علائمش می باشن استفراغات دوامدار می داشته باشه یا درده که به حد زیاد باشه به این حالت باید خانم مراقبت جدی ضرورت داره در یک سنتر سی باشه وقتاً پا وقتاً فشارش و خونریزیش باید چک شوه حالت خانم چک شوه تا که دیده شوه که آیا این خانم وضعیت بیبود میافه یا نمیافه در خیر از اون میتونه چندین روز سنتر سی باشه اما تو که گفتیم 6 ساعت اول نیک میشه 6 روز اول باشه بله. میشه تا البته در اینجا این مسئله کم است که تا 6 هفته را در سنتر سی مانده نمیتونن خب بازم اگر ضرورت باشه بعضی مشکلات هایی داشته باشن باید اینو باشن مثلا خانم است بعد از ولادت یک بخیه یا کوک میخوره مثلا لسلشن درجه یک درجه دو شاید ترمیم شود بعد از 6 ساعت میتونن در خانه برن مراقب خود باشن اما اگر این بخیه های ازی عمیق‌تر میباشه یا لسلشن درجه 3 و درجه 4 میباشه قسمت های وسیع را گرفته و مثلا مقعد را گرفته یا قسمت های رکتوم را گرفته اینو باید حداقل بر چند روز غذا باید نگیرن این باید در شفخانه باشن و از طریق مایعات فمی و مایعات وریدی اینو باید کنترل شن تا که امو سایه مقعد که ترمیم شده مطمئن شوند که اینو ترمیم شدن بعد از اون اینا رخصت شد بسیار دکتر زیر بعضی از خانم ها هم بعد از اینکه ولادتشان انجام میشه متاسفانه میگه ما شبانه زیاد عرق میکنیم علت عرق کردن شبانهشان چی میتونه باشه؟ عرق حتما ای کنم منبع میکروب یا در وجودش است یا در دستگاه تناسلی است یا در خارج دستگاه تناسلی مثلا در جریان امی پروسه زایمان میشه میکروبی شده باشه بله. وجن میکروبی شده باشه مثانه شده باشه یا خود رحم شده باشه در این حالت اینا در حقیقت یک تب میداشته باشن این تب از این سبب میشه که وجود یک عکس العمل نشان بده و این میکروب از وجود خارج کنه به این سبب عرق میداشته باشه بعد عرق هایی که هم می باشه از ضعیفی هم می باشه از کمخونی هم شده می تانه همه در حالت موضوع خوبه نمی باشه عرق خودش یک شخص بسیار ضعیف می سازه باید مراجعه شده که یا کدام عکس العمل وجود است در مقابل بعضی چیزها یا ای که کدام تب داره که سبب عفونت دستگاه تناسلی یا میکروبی شدن خون که سپتیسیمیو میگن یا بعض حالات های دیگه برای پیدا شده در موقعی باید تداوی شد بسیار عالی دکتر صاحب یکی از دردهای عمومی که بیشتر خانم ها بایی هم بعد از ولادت متاسفانه تجربه میکنه این هستم این که میگه ما استخوان های ما زیاد درد میکنه مثلا آرنج ما استخوان های پای ما زانوی ما و که میگم این مفاصل انگشت های ما بسیار درد میکنه علت از اینا چی میتونه باشه؟ شما میفهمید که وقتی طفل در بطن پیدا میشه بله این ضرورت خود از وجود میگیره از اون جمله کلسیم است که از مادر مصرف میکنه طفل مثلا خانم مست که شاید هیچ غذای کلسیمی نگیره یا تابلت کلسیم نگیره خب طفل مجبور است که از وجود مادر رو کلسیم به خود جذب کنه بله. و این خانم که وقت زایمان میکنه اصلا در جریان دوره حاملگی هم اینا در دوره برداری هم استخوان درد میباشن که اونا با میگن جدی نمیگیرن میگن شاید من ارتباط میتوره بر حاملگی خود بله. اما در حقیقت اینا کمبود کلسیم دارن وقتی که پیدا میشن خب میگن آل خود طفل پیدا شده آل چرا درد میکنه در حقیقت اونمو کمبود کلسیمشان هستن یا امکان داره بعض
خانم‌ها روماتیسم مفصلی هم می‌داشته باشن که مایناتشون اجرا نمی‌شده باشه و یا اینکه از ترس دوا نمی‌خورن، شاید به این مسئله باشه. خب در قدم اول که خانمی که ولادت می‌کنه و درد استخوان می‌داشته باشه، کوشش کنه کلسیمش تکمیل شه. اگر دو باز شفایاب نشد، میشه که از نظر روماتیسم مفصلی معاینه شه و تداوی شه. بله، که همین وقفه هایی که دکترها میگن به خاطر همی است که کمبودهایشان تا حمل دیگر تکمیل شه. بله. بله. البته همی دو نیم سال را که گفتن یک سلسله زیاد منابع وجود، نه تنها کلسیم بلکه دیگه منرال ها، ویتامین ها، آهن، فولیک اسید یا از وجود یعنی مصرف میشه. وقتی دو نیم سال اینا طفل شیرده میکنن، هم ساعت طفل خوب میشه، هم ساعت مادر خوب میشه و در حمل بعدی خود این مشکلات رو نمیداشته باشه. حالا بعد از اینکه ولادت اینا چه چیزهایی رو بخورن تا که یکم انرژی بیشتر داشته باشه و زودتر اینا بهبود یابن؟ بسیار خوب. البته بخور نخور بسیار زیاد است. بله. یک بخور نخور است که به شکل حامیانه برشان گفته میشه که مثلا بنجل رومی رو نخو. بله. ماست نگی و طفلت زردی گرفته اوش کنی تخم نخوری. چی امی یخ چی نانچای برد بهتر است، یک چند نانچای بخو که امی طفل زردیش خوب شوه. با اینکه تخمینا چقدر فایده هم داره، در حال که همه چیزا برشان خوب است. بله. خب البته وقتی خانم ولادت میکنه واقعا وجودش بسیار ضعیف میشه. بله. ای باید غذای بگیره و البته ما در زمان برداری پنج وعده گفتیم، در زمان شیرده چون کلور زیادتر مصرف میکنه که پروسه زایمان سپری که دومی که آل داره که طفل نوزاده باید شیرده کنه. از این بار از این سبب هفت وعده غذایی رو برشان توصیه میشه، اما یه هفت وعده غذایی باید از یک نوع غذا نباشه. بله. شامل مواد پروتئینی باشه. این مواد پروتئینی امو گوشت است و شیر است و تخم است و اگر پروتئین نباتی باشه امو لوبیا و نخود و بعضی چیزهای دیگه است که به مقدار اندازه کم کم تنه که یک بار مقدار غذا را زیاد بگیرن، باز 7-8 ساعت دیگه هیچ چیز نگیرن. بله دکتر صاحب، همین لوبیا و نخود میگه خیلی سنگین هست که نباید بخورن. البته ای اگر مقدار کمش گرفته شه خوب است. اگر ای که امو وعده غذایی ما تن و لوبیا باشه یا نخود باشه و مقدار زیاد باشه، امکان داره که سبب نفخ باد در وجود مادر شود، شاید سبب قبضیت شود، از این سبب شاید عزم درست نشه. اگر مقدار کمی یوره میتونه در بین شوربا برنج یا شوربای ترکوری یا به مقدار کم بندازن، اتو مشکل ایجاد نمیکنه. واقعا سوال خوبی بود که این هم خانمایی که از یک نوع مواد غذایی وام که فایبردار باشه و ثقیل باشه که زیاد استفاده کنن، امکان داره سبب نفخ باد در معده طفل هم شود، در معده خودشان هم شود. بسیار عالی دکتر صاحب. حالا در صحبت های اولتون در رابطه به افسردگی هم صحبت کردیم، اینکه بعد از ولادت خانم ها به چه گونه افسردگی اینا مواجه میشن؟ بله، البته در قدم اول اگر امین محیط خانه یا محیط جای ولادت از این برش مناسب نباشه، بله، اتما افسردگی رو اینا تجربه میکنن. خب هم تو که گفتیم در سنترسی نه قبلا اشاره کردیم، حالا آمدیم در محیط خانه. در محیط خانه اگر یک خانمی که تازه طفلش به دنیا میه، باید از طرف اعضای فامیل، از طرف شوهر و مادر، شوهر خواهر شوهر، از طرف مادر خودش، خواهر خودش یا بعض خانمای برادرشان است، باید یک مایه خوب عاطفی شود. بله، خیلی مهم است. بله بله، وقتی که طفل اینا طفل در آغوش میگیرن، باید کوشش کنن یک کس امرش کمک کنن. بله. که تو امکان داره که اول خسته استی یا بخیت صدمه نبینه، به این وضعیت باش و به این وضعیت طفل طبیعی خودشان یک کم حمایت عاطفی کنن و طفلشان هم یک قسم بر از اونا بتن که ما از این طفل، از موجودیت این طفل بسیار خوش هستیم. بله.
فکر کنین، البته اگه جزیتان باشه که من یک تجربه دارم باید بگویم، بعض خانما طفلک نوزاد دختر می باشن. بله. اول خو دیده میشه که نمو سندرسی بعضی گریه ها دیده میشه و نمیسه ما یا همکاره مهار خطا میشیم که چرا اتر یک گریه میکنن، مادرم خوب است، طفلم خوب است، چرا گریه میکنن؟ میگن که من صدای دخترشون دیدم. فکر کردین در این لحظه سر و خانمی که تازه مشکلات دیده چقدر تاثیر منفی میکنه. بسیار. بعدا در خانه میرم، شوهرش هست یا پدر شوهرش هست یا به اسلام مردای فامیل، اما تو یک برخورده به این میکنه که اما کس که باید این حمایت کنه اون پشتیبانی نمیکنن. او را او البته طبقه ذکور خانه را یک قسم میفهمانند که دختر است، یعنی یک کار درست نکرده باشه دیگه، تو یک چیزه، یعنی که این گناه کرده باشه. این است که چقدر سر این خانم تاثیر منفی میکنه. بله. اونم تو شاید به غذایش هم توجه نشه، به حفظسیش هم توجه نشه، به محیط خانم که یک جای مناسب بر استراحت ازی باشه هم توجه نشه، این همیست که این افسردگی شاید سالا برش بار. بسیار عالی. همی که مثلا فکر نمیکنن که همی که وجودش سالم باشه برای محمد، این مسئله قنن فکر نشده. بله. متاسفانه. خب یک سوال دیگه هم هست دکتر صاحب، بعضی از خانم ها شاید هم یک نون که برنامه ما را میبینن این سوال برشان خلق شده باشه که میگه تا 40 روز با آب سرد دست نزنیم، این گفت صحیح هست؟ البته این مثلا رد میشه. خب شاید آب سرد بزن سبب تولید درد ها شم، اما اینه که با موقتا دائمی همون کار نکنن. خب اگر آب سرد رو میگن یکمک در مجموع اگر ما شما زیاد به سردی مواجه میشید. بله. یکم درد پیدا میکنه استخوان یا پوست یا یپا، او از خاطر از این میباشه که وقت وجود سرد شود در مجموع وجود سیستم حرارتی ازی تنبیه میشه و کوشش میکنه که ساحه را گرم بسازه، همین 37 درجه وجود باید تیار بسازه، از این سبب یک میتابولیزم بلند میره، درجه حرارت تولید میشه تا او را گرم بسازه. این درد از اون نمیباشه که از خاطر آب سرد میباشه. خب بازم اگر خانمایی که یک ذره ضعیفتر می باشن، اگر کمتر از دعموم کردن و در نشستن بعضی چیزا از آب سرد کمتر استفاده کنن بهتر، اما یکی نیک همیشه باید در حمام کردن و در شستن بعضی چیزا اگر احتیاط کنند به آب شیرگرم باشه، خصوصا اگر وجود خواهی میشن، اگر نایی بخیار میشن آب شیرگرم باشه بهتر است. بسیار عالی، خیلی صحبت های خوبی رو داشتیم دکتر صاحب، و در اخیر هم اگر نکاتی مانده باشه میشنه. بله، البته همین مسئله است که وقتی که اگر خانم میشه در نظر به ضرورت یا نظر به شرایط رسیده نتانند در منزل ولادت میکنه، هم کوشش کنند که هم خانمی که مسئولیت ولادتش میگیره، من یک خانم با تجربه است که شاید یک دایی محل باشه، شاید یک خانم فهمیده باشه که در این پروسه بلد است، کوشش کنند همی یک مایت عاطفی داشته باشن، محرمیت حفظ کنن، حفظ سر حفظ کنن، و همین مسائل که گفتیم خونریزی و تب و آلت لرزی خانمه و آلت که خانم میگه آلت زفیت، این مسائل دارم، همین مسائل شد در نظر داشته باشن، انشالله که پروسه نرمال می باشه و داخل اگه همین مشکلات داشته باشه زودتر به سنتر سی برسانن، شاید که مشکلات زودتر رفع شه. بله، خیلی تشکر که امروز در برنامه ما تشریف آوردین دکتر زرقون مهدی، مسئول شبخانه المهدی. تشکر از شما. بله، و تشکری میکنیم از شما بیننده های عزیز که تا ایدن با برنامه خودتان همراه بودید. میریم با هم دیگه کلیپ ورزشی رو میبینیم، در ادامه برنامه همراه ما باشید.